بنام خدا و سلام بر شما به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه هر یک آقای احمد خان اندر، تحلیلگر مسائل سیاسی از سویدن، آقای عزیز سانکزی، آگاه روابط بین الملل از کابل و همچنان آقای سرور جعفری، استاد پانتون تا لحظات دیگر اینجا در استودیو با ما خواد پیوستن. در این برنامه تحول در رابطه به اظهارات تازه سخنگوی امارات اسلامی مبنی بر این که آمریکا بزرگترین عامل بر رسمیت شناخته نشدن حکومت موجود است بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای اندر، اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. آمریکایی که آغازگر پروسه صلح دوحه بود و به نحو دوباره امارات اسلامی را روی صحنه آورد، چرا نمیخواهد حال بر رسمیت شناخته شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محترم احمدی صاحب با شما، با استاد گرامی ما استانیزه صاحب و اگر جعفری صاحب تشریف بیارم برای اونا هم سلام تقدیم میکنم و همه احمدان عزیز خود سلام تقدیم مینمایم. بله، چون شما جوابم گفتین وقتی که به صحنه امارت اسلامی را امریکا میره، بنابراین واضح است که خواهشات را هم دارن. به نظر ما ایالات متحده آمریکا در دوحه وقتی که با تحریک طالبان در وقت مذاکرات داشتند، بعضی از ماده های معاهداتشان افشا نشده که گفته می شود یک ماده این معاهده ای بوده که در افغانستان باید یک دو پایگاه نظامی که ظاهرا نظامی است اما گفته می شود که باید اطلاعاتی و استخباراتی در افغانستان وجود داشته باشد. شما می فهمید که در بین رهبران طالبا هم مشکلات وجود دارد. بله، پیش از این که صحبتهایتان ادامه بتین آقای اندر، حالا بحثی است که به کرات مقامات امارات اسلامی گفتند که بحث وجود داشتن ماده های پنهانی در تفاهم نامه دوحه کاملا منتفی است. خب زینا، وقتی که به قدرت رسیدن هر چیز میبین، اما در وقتی که به قدرت نبودن اینا فکر نمیکردن که صد فیصد همه قدرت به اینا تصمیم شد. کوشش زیاد میشد که با 50% و 60% چنبازی روان بود، اما این که چه قسم تغییر کرد پروژه ایالات متحده امریکا و اینا رو به قدرت رساند، چون ضعف خود را و ناکامی خود را در جامعه ما در کشور ما دیده بود، بنان مستقیما اینا رو به قدرت آوردن و کار خوب هم شدن که جزایر قدرت و ملک الطایفی و زورگویی که امریکا نمیتونست اونا از بین بره، طالبان از بین برد. اما آره، اینا وقتی که از سال 2014 در وجود دفتر است، دفتر مرکزی تحریک طالبان وجود داره و شما میدونید که در اون وقت هم در افغانستان اینا معاهدات کرده بودن که طالبان خودشان اعلان کردن که هیچ نیروی یا عسکری از اینا نمیتونن بالای قطرها و یا یک پوسته های امریکایی فایر کنن و اگر فایر میکنن اعدام میشن. شما میدونید که یا از وقت در بین خود جور آمده بودن، اما مشکلات داخلیشان است و این کشورهای ابرقدرت، این کشورهای غریبی مثل ما شما یا سومالیا یا یمن یا افغانستان، اینا را تقسیم کردن. اینا یک صدای آقای مجاهد یک بسترسازی است تا در آینده اگر لوی جرگه دایر می شود و از مردم افغانستان بخواهد که ما را به رسمیت نمیشناسه و همه تاثیر ایالات متحده آمریکا واضح است. ما میدونستیم، ما قبلا نگفتیم که ایالات متحده آمریکا تاثیرات بالای بسیاری از کشورهای جهان داره و تاوان هم ابرقدرت است. این ما افغان هستیم که از غیرت خود میگیم یارو شکست دادیم. اونا قدرت نظامی هستن، قدرت سیاسی هستن، قدرت اقتصادی هستن. شما دیدیم که حکومت پاکستان به یک تلفن از سرنگون ساخت و یک شخص دیگه متعصبی که بسیار ضد افغان هست آقای جدید را به بله. آقای اندر، حالا بس وقتی که به این مرحله رسیده که واضح دو طرف یک دیگر را انتقاد میکنن، شما میگین که به خاطر نپذیرفتن بعض موارد باعث شده که تا اینجای کار تفاهم صورت نگیره، پس آینده چگونه خواهد شد؟ فکر میکنین که آیا امکان یک تفاهم تازه جدا از تفاهم نامه دوحه بین دو طرف وجود داره یا خیر؟ خب در قدم اول عرفای شهید الحاج عبدالجبار قهرمان یاد ما میاد که برشان میگفتن که طالب جان غوشه وای تو پا قطر که غوشه وای او ما غوش نه. این گوش خوردن و این دفتری که تا به حال برشان داره و رابط مخفی هم داره،
مسائل عادی نیست. اینا دارن با یک تنها یک سیگنال است که میتونه و یک راسازی است که فشار میاره تا میبینید که هیچ کشور جهان امارت اسلامی افغانستان بر رسمیت نشناخته، چون کشورهای جهان میترسه اونا هیچ وقت به خاطر منافع ملی کشور خود افغانستان یا امارت اسلامی رو خوش نمیسازد. منتظر امریکا و واقع هستن. این ما افغان هستیم که به خاطر منافع ملی کشورهای دیگه 4 میلیون شهید داریم و برادرای خود میکشتیم، تاسیسات خود را بیران میکنیم و همه چیز از بین میبردیم به خاطر منافع ملی کشورهای دیگه. پاکستان، ایران، همسایه ما، روس، چین، هیچ وقت امریکا نمیخواد که از خود خفه بسازه و به خاطر افغانستان ما را به رسمیت بشناسد، در حالی که فعلا یک بلاک جدیدی که شرق از جور شده و روس و چین، یک خود ایران قوی ترین کشورهای جهان هستند، اما بازم نزاکت را مراد میکنه، هیچ وقت نمیخواد که امریکا از خود آزرده بسازه. ممنون آقای اندر. آقای سنگزه شما رو به بحث خوش آمدید. میگم در تفاهم نامه دوحه در فبروری 2020 بین امارات اسلامی و آمریکا صریحا نوشته شده بود که آمریکا روابط نیکش را با افغانستان ادامه میده. حالا بحثی است که پس از روی کار آمدن امارات اسلامی و گرفتن قدرت در دست، چه موارد باعث میشه که آمریکا نخواهد به این تفاهم نامه پابند بمانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدم. سلام ها و احترامات خود را خدمت جناب اندل صاحب شما و بینندگان محترم تلویزیون تان میرسانم. یک فشرده در مورد سایل سیاسی افغانستان میخوایم بگم. همان طور که افغانستان کشور معصور و خشکه در آسیای جنوبی و مرکزی موقعیت دارد و در گذشته انگلیزها در قاره هند نفوذ داشتند و در افغانستان نیز نفوذ هندوستان دیده می شد که بعدا شوروی های وقت در افغانستان ساحه نفوذ خود را وسیع ساخت و بر افغانستان را تجاوز کردند که ایالات متحده امریکا در آن زمان با تواصل و جنگ سرد با یا همکاری پاکستان توانستند با مجاهدین افغانی وقت کمک های نماید و حکومت که در افغانستان بود آن را از بین ببره و شوروی ها هم شکست بخوره. بعد تا یک مدت افغانستان امریکا فراموش کرده بود. جنگ داخلی در آن زمان افغانستان را بسیار متضرر ساخت و ایدهانی های بیشتری را در اینجا وجود آورد تا بالاخره سناریوی 2001 در افغانستان تکرار شد و بعدا امریکایی ها توانستن با اشغال افغانستان و حضور نظامی خود در افغانستان مدت 20 سال سپری کنند. آنها در طی مدت 20 سال آن چون که سرمایه گذاری های بالای حکومت های قبلی در افغانستان نمودند، آنچه به دستشان آمد چون اوایدی که در اینجا به کار آورده می شد پولی که در اینجا از طرف امریکایی ها به مصرف می رسید اونا در مورد چور چپاول قرار می گرفت. بالاخره آنها با طالبان خواستن یک تفاهمی را ایجاد کنند و با آنها مشوره ها و صحبت ها را آغاز کردند. در دوحه برای آنها زمین سازی یک دفتر را کردند و بالاخره در فوریه 2020 که مائده آنها امضا شد و امریکایی ها هم از افغانستان خارج شدن. خواستار این بودن امریکایی ها که اگر ما از افغانستان خارج میشیم پایگاه های ما در اینجا باشه و یا نفوذ سیاسی خود را بالای حکومت آینده داشته باشیم. اما این برعکس شد. وقتی که طالبان در افغانستان با پیروزی رسیدن و آنها شکست امریکایی ها را در جهان اونا برای جهانیا گفتن و خواستار ازی شدن که با هیچ مملکت جهان اینا مناسبات خصمانه ندارن، حتی با ایالات متحده امریکا میخوان که با یک پالیسی غیر منسلک در افغانستان تماما کشورهایی که خواهان به رسمیت شناختن افغانستان است منافع آنها با منافع افغانستان یک جا در نظر گرفته شود. متاسفانه که نه امریکا کشور افغانستان را به رسمیت شناخت و نه کشورهایی که در همسایگی ما منطقه و دور به فرا منطقوی است. بله، حالا سوالم همی است آقای سانگزد، امین که به رسمیت نمیشناسه عامل عمده چی است؟ حالا سخنگوی امارت اسلامی میگه که
بزرگترین عامل که حتی باعث شده کشورهای دیگری که میخواین امارات اسلامی را به رسمیت بشناسه و آمریکاست که نمیگذاره. اگر قرار باشه که همین نگرانیایی که جهان همواره مطرح میکنه مثل بحث باز شدن مکاتب دخترانه پس از یام اگر آمریکا به همی پالیسی شدامه بته وضعیت سیاسی افغانستان به کجا خواهد رسید؟ خوب کشورهای منطقه برای منطقه و کشورهای بزرگ جهان آنچه در افغانستان خواهانیان هستند یک مقدار از این بجا هست. امریکا خواستار یک حکومت متمرکز به اصول مردم سالاری در افغانستان هست. آنها در افغانستان یک حکومت را میخوان که تماما مردم افغانستان البته نخبه ها و کسانی که تعلیم و تحصیل یافته هستند با تجربه هستند در این حکومت آنها قرار داشته باشند. متاسفانه که تا هنوز هم ما در افغانستان حکومتی که نماینده ملت باشد ایجاد نگردیده. امروز ما یک حکومت سرپرست داریم. تماما مردم افغانستان نماینده های خود را در این آینه دیده نمی توانند و آنها منتظر از این هستند که چی وقت حکومت سرپرست به حکومت منتخب یا دائمی تبدیل می شود و این وقت می شود که در افغانستان یک تجمع به وجود بیاید، یک شورای باشد تحت هر عنوانی که حکومت آن را می نامد و حکومت باید افراد و اشخاص متنفذ، بزرگان قوم و روشن فکران و تماما افغانهایی که در سر تا سر افغانستان زندگی میکنند نماینده هایشان را باید در اینجا داشته باشه. آنها باید نقد و ایرادی که بالای حکومت است باید بکنند. آنها خواسته های خود از حکومت بخواهند و حکومت همچنان آنچه در نظر دارد با آنها تفاهم و آنچه خواسته از اونها هست خواسته مشروعشان را بپذیره که این گفته میشود که در این روزها شاید جرگه برپا گردد. در غیر از او اگر حکومت فعلی افغانستان درست است که اینا کار کردن با مردم افغانستان فعالیت های مثمر را در داخل کشور دارن، دیروز شما میدان یوایی ولایت نگرهار هم فعال شد، البته میدان ملکیش که در اونجا هم یک آنچه که در آنجا به دست میاد واحد از خود میدان و مشکلات مردم حل میشه. ممنون آقای سرنگزی. آقای اندر، حداقل خواستایی را که دنیا داره در تازه ترین مورد مثلا زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت که خواستای عمده ای که از حکومت افغانستان داره مثل باز شدن مکاتب دخترانه و تامین حقوق شهروندان افغانستان همچنان تشکیل حکومت همه شمول، چقدر به نظرتان برآورده شدن این خواست ها نزدیک به نظر میرسه؟ تشکر میکنم. موضوع و وضعیت سیاسی کشور ما به یک توافق جانی ضرورت دارد و بدون از هیچ راه حل ندارد و این توافق باقی پرده شدن. من قبلا گفتم که در پشت پرده افغانستان فعلا هم قسمی که حریم هوایی ما مربوط ایالات متحده آمریکا است و کمکایی که از جانب کشور اروپایی و سازمان ملل متحد عرفته این 32 میلیون دلار که در خلطه ها میره ایرادی نیست. اینا کوشش میکنن اما میخواین که این تبلیغات که ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو در کشورهای خود کردن به ضد طالبا که تروریست هستن و ایجا اولادایشان از بین رفتن و بسیار زیاد مصارف کردن یک شستشو میخواین بکنن. به همون خاطر است که با طالبا هم شاید سازگار شده باشن چون طالبا هم بدون هیچ وجه مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تا صنف دوازده مسدود نمودن و یک نیرنگ بازی و یک چنه بازی وجود داره که تا وضعیت به اندازه برسه که در افغانستان هم یک حکومت دائمی بیه و یک جرگه که اجابات داره خواهد شد و کشورهای منطقه که شما نام گرفتین روز اینا کلشان میدانن و خود طالبا هم باید یکم در مورد خود فکر کنن که اینا از جهان میخوان اینا چی کردن. بنابراین معلوم میشه که کشورهای جهان همهشان با توافق رسیدن و رهبرها بعضی از رهبرهای طالبا هم شاید در این موضوع شریک باشن. من میبینم که چقدر با یک شکل یک قدم به پیش یک قدم به پس اینا به شکل تکتیکی پیش می روند، کمک های جانی را می پذیرند،
سفارت‌ها رو می‌پذیرن، یگان کشور سفارت‌های افغانستان رو می‌پذیرن، اما به رسمیت نمی‌شناسن. بخاطر چی که چی پیشرفت در این قسمت داشتیم آقای اندر؟ حالا در تازه‌ترین مورد، در کنار از اینکه دما یک حالت خونسای سیاسی را افغانستان گذشتانده و هیچ فعالیت قابل توجهی صورت نگرفته، در تازه ترین مورد دیروز نشریه وار ژورنال گفت که رهبری گروه القاعده و همچنان رهبر گروه ترکستان شرقی در شمال افغانستان حضور دارند. حالا یک نزدیکی که با روسیه و چین به میان آمده بود میتونه دوباره این روابط را تیره بسازه. بارها روسیه نگرانیش را در مورد نام شدن کشورهای آسیای میانه از آدرس افغانستان ابراز کرده، رزمایش‌های نظامی در مرز با افغانستان انجام داده. حالا که رهبر گروه ترکستان شرقی هم گفته میشه در افغانستان حضور داره، میتونه چین را نگران بسازه. فعالیت قابل توجهی که شما به او اشاره میکنین که در طول این دما صورت گرفته چی است؟ خب شما دیدین که در افغانستان جنگ بود و روزانه به صدها افغان کشته میشدن و با آمدن امارت اسلامی افغانستان جنگ قطع شده و امنیت فیزیکی آمده. اما کارهایی که باید صورت میگیره شما میدونید که ناشی از برسمیت نشناختن و تحریم های سیاسی و اقتصادی است. اگر اینا اول خوینا متقسیم نداشتن طالبا، شما میدونید که حتی میدان هوایی های افغانستان رو به دیگه شرکت های عربی دارن. یعنی ما متخصص نداریم که با بازسازی مستقیما شروع کنیم و کشور ما جامعه ما از جنگ جدید هم برماله مشکلات های زیاد دارن و ایجا استخبارات کشور منطقه در اوائل خواستم که داعش را کنترل و امتحان کنن، اما شما دیدین که در مقابل داعش ایران، چین، روسیه تشویش‌های خود را نشان دادن و حتی روسیه در سرحدات تاجیکستان عساکر خود دادن. بنابراین او یک پروسه ناکام بود. فعلا کشورهای متخاصم بین خود میخوان که گروه القاعده و یا سازمان القاعده را که اگه حزب را گفته میتونیم اونا را میخوان که دیگه باز هم امتحان کنن. شما میبینید که دیروزها انفجارات باز در کشور ما صورت میگیرد. به همین قسم اگر امارت اسلامی افغانستان هرچی زودتر به خاطر برسمیت شناختن خود، به خاطر تعامل با جهانیان بخصوص ایالات متحده امریکا خود که خودشان هم قبلا نمیدانستن و عالم به مردم به شکل از اشکال سیگنال سبز دارن که ای ایالات متحده امریکا است که بندش ها را به خاطر برسمیت شناختن ما پیش نموده است. اینا باید قدم های خوب بردارن و اگر نه خدای نخواسته ما باز هم درگیر جنگ های نیابتی استخبارات قوی منطقه در افغانستان خواهد بود. ممنون. آقای سانکزای، سازمان ملل در اوایل ماه جاری میلادی یک گزارش را نشر کرده. او گزارش آمد که ارزیابی دول عضو سازمان ملل نشان میده که القاعده پناهگاه امن تحت حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان داره و همچنان افراد وابسته به این شبکه از آزادی عمل برخوردار هستند. با این حال چرا باید جامعه بین المللی حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسه؟ ببینین با وجود از اینکه ایرادهای از طرف ممالک بیرونی با بیبردین که طالب و سوالات اونها را پاسخ بگوید و در مورد اقدامات نماید مملکت را به رسمیت خواهند شناخت. مثلا حق زندگی برای افغانها، حق کار برای مرد و زن، حق سیاسی اجتماعی تا جامعه جهانی بتوانند با اینها تعامل بکنند. ولی اکنون هم تا جایی که دیده می شود حقوق اتباع مردم افغانستان به صورت درست و صورت کل تأمین نشده، ولی با همچنان موضوع القاعده در افغانستان امروز ما میبینیم که گروه های مختلف در داخل افغانستان فعالیت میکنند و آنها حضور دارند و یک تعداد ممالک خارجی در عقب آنها قرار دارد. شما دیدین حمله دیروزی که بالای درمساق هندو باوران و سکا در اینجا انجام شد که این تماما دستاندازی آن اهده ممالک هستند که هنوز هم با افغانستان خصومت دارند. و همچنان افغانستان کشور است که در تقابل بین کشورها در اینجا فعلا موقعش است. کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ رقابت هایی که با هم دارند آنها می خواهند این رقابت ها را غیر سالم و طوری که به ضرر مردم افغانستان تمام میشه در اینجا ادامه بدهد.
پایین بر مردم افغانستان و حکومت فعلی افغانستان است تا چی اندازه می توانند جامعه جهانی را قناعت بتن با آنها تماس ها و خط سیاسی را ایجاد کنند تا بتوانند آنها قادر به این بسازند که کشور افغانستان را به رسمیت میشناسند. امروز هم حکومت فعلی این توانایی را در خود ندیده که جلب توجه امریکایی را که یکی از بزرگترین کشورها و حامی یک تعداد گروه های است که اکنون در افغانستان هم فعالیت های مخربانه را می کنند. بله، حالا بحث همی است آقای استانیم. بله، وقت واضحا بزرگترین نگرانی آمریکا در افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی بازم نمایان میشه. گفتن میشه که القاعده و دیگر گروه های تروریستی اینجا حضور دارن. چه توجیه میتونیم در اینجا داشته باشیم که بازم باید روابط نیک شو با آمریکا و آمریکا به درب دیپلماسی رو با حکومت موجود باز بکنن؟ ببینین آمریکا امروز برای افغانستان احتیاج نیست. آنها منافع خود را در نظر میگیرند. این که در اینجا القاعده هم حضور دارد، القاعده و تشکیلات هم در کدام مملکت توسط کی و برهبری کدام مملکت بزرگ ایجاد شده، همین که ما میگیم که داعش از کدام مملکت در اینجا فرستاده میشود، همین که سایر گروه های مخربی که امروز های نظام فعلی بغاوت میکنند از طرف کیها تمویل میشوند. امریکا هم و میخ میزنه و هم بنا. امریکا از یک طرف میگه که ما با مردم افغانستان دلسوز هستیم، ما با مردم افغانستان هم هستیم، ما متحد مردم افغانستان هستیم نه حکومت. اما طرف دیگه ما میبینیم که اما امریکا در داخل خود اشخاص را دارن که نظام افغانستان تخریب میکنه، تخریش میکنه، از آن مردم خراب میسازه و آنها میخوان که نظام فعلی را حتی سرنگون بسازن. در این راستا حکومت فعلی افغانستان باید کارهای را روی دست بگیرد و یک سیاسی و پالیسی درست و مدونه که امروز هم اینا استوار هستند بمو این را به صورت درست ادامه بتن و با امریکایی ها صحبت های بیشتر داشته باشند، آنها را متقاعد بسازند تا از مردم افغانستان دست بردار نشوند. ممنون. ادامه تحول را پس از وقفه دنبال کنید. بدومه یه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای سرور جعفری هم اینجا در استودیو با ما پیوستن. آقای جعفری شما را به بس خوش آمدید میگم. در تازه ترین مورد سخنگوی امارت اسلامی میگه که بزرگترین مانع به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی آمریکاست. بحثی است که آمریکایی که نقش فعال داشت در قسمت از اینکه به نحو امارت اسلامی روی صحنه سیاسی افغانستان به و بحث‌های دیگر، چرا حالا نمیخواد که این حکومت به رسمیت شناخته شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما، همکاران بخش تخنیک، شرکای در بحث و همینطور بینندگان محترم تلویزیون. بحث این که ایالات متحده آمریکا در قضیه افغانستان و منطقه یک از بازیگران بسیار جدی بوده، یک واقعیت بسیار جدی و عینی است. ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان توانست که از سال 2001 به بعد، حتی قبلتر از او هم که در چهره پنهانی حضور داشت به شکل استخباراتی و در حمایت از گروه های مختلف در درون افغانستان برای منافع خودش، اما بعد از سال 2001 حضور مستقیم داشت، جهان را توانست بسیج بکنه و بعد آنچه که در درون افغانستان ما شاهد بودیم، ایجاد ثبات نسبی در درون افغانستان، ایجاد ساختارهای سیاسی در درون افغانستان، ایجاد یک مبنا برای توزیع ساختار سیاسی و قدرت در درون افغانستان که اکثریت اقوام افغانستان و بسترهای اجتماعی رضایت نسبی داشتن از او، این محصول تلاش ایالات متحده آمریکا بود. همینطور ایجاد ساختارهای اقتصادی افغانستان، رشد اقتصادی افغانستان بر اساس حمایت‌های مالی و مستقیم ایالات متحده آمریکا با شرکای بین‌المللیش. اما در مقطعی که ما فروپاشی ساختارهای سیاسی و امنیتی را در درون افغانستان تجربه کردیم، اما قبلتر از او هم ایالات متحده آمریکا و شرکایش تمایل چندانی به حضور در درون افغانستان و ادامه کمک در درون افغانستان نداشتند. شما دیدین که ناتو یکی از همپیمانان بسیار نزدیک که هم از نظر فکری با ایالات متحده آمریکا تجانس داره، همسانه، و هم از نظر نظامی یک پیمان مشترک. اینا آهسته آهسته از سال 2014 به بعد بارها عدم تمایل خود را در مسئله افغانستان ابراز کردند. حالا سوال اینه که چرا ایالات متحده آمریکا
که در درون افغانستان خودش بانی ثبات بوده، نظام سازی بوده، ارزش های جهانی را مطرح میکرده مثل حقوق بشر، مردم سالاری و امثال اینا، با یک بارگی از افغانستان کنارگیری میکنه. دو تا دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اول اینه که افغانستان چه در گذشته و چه در شرایط فعلی ممکنه شریک خوب استراتژیک برای بخش از جهان که ایالات متحده آمریکا و شرکای بین المللیش باشه نداشته، یا هزینه ای را که میکنه الزاماً هزینه به معنای هزینه مادی نیست، این پرستیش خود مصرف میکنه، حضور داره در اینجا، اما افغانستان نتونسته به عنوان یک شریک خوب جهانی برایشان بازدهی داشته باشه. در اینجا به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا تلاش بکنه که از بحث افغانستان کنارگیری بکنه. اما بحث دوم و مورد دوم اینه که ممکنه ما در برابر یک برنامه بدیل قرار داشته باشیم که عقب نشینی آمریکایی‌ها و همپیمان نزدیکش از منطقه و از افغانستان برای اعمال یک برنامه بدیل بوده باشه. برای او عدم ثبات سیاسی در درون افغانستان، فروپاشی ساختارهای امنیتی در درون افغانستان، بی‌ثباتی، نارضایتی، این میتونه برای اعمال برنامه‌شان در درون منطقه و افغانستان کمک بکنه. شما شاهد هستین که بخشی از ماجراها و بی‌ثباتی در درون افغانستان ایالات متحده آمریکا بود، با آوردن مثلا یک ایجاد قدرت بدیل در برابر ریاست جمهوری که ریاست اجرایه بود، و همینطور دست داشتن در ماجراهای انتخاباتی، و همینطور گزارش هایی که هر از گاهی مردم را حساس میکرد در برابر حکومت او زمان. اینا برنامه‌ای بود که ایالات متحده آمریکا روی دست گرفته بود برای بی‌ثباتی افغانستان. حالا بحث بعدی اینه که سناریوی بعدی در منطقه و افغانستان چیست؟ اما آنچه که مطرح میشه میخوایم در سه تا محور خلاصه بکنم در بحث های بعدی. فقط کلیتش میگم، باز بعدا میشه که توضیح بدیم. حالا با شرایطی که افغانستان داره متاسفانه ما در برابر سه تا محیط قرار داریم: محیط منطقه‌ای، محیط جهانی که ایالات متحده آمریکا مدیریتش در دست داره و تا حدود بخش از جهان که خدمت شما عرض کردم، و سطح داخلی. هر سه تا سطح برای ما مشکل ایجاد کرده برای اینکه ما نتونیم فرایند به رسمیت شناخته شدن افغانستان را تسریع ببخشیم و قناعت ایجاد بکنیم. ما متاسفانه هم در سطح داخلی مشکل داریم، هم در سطح منطقه‌ای مشکل داریم، و هم در سطح جهانی. سطح جهانیش خدمت شما عرض کردم که بعدن سناریوش برای شما میگم که ایالات متحده آمریکا از افغانستان در واقع چی میخواد. سطح منطقه ایش هم به اون شکل که تصور میشه متاسفانه ما با یک مسیر بسیار خطرناک در حرکت هستیم که بحث امنیتی سازی مسائل ما در واقع در گذشته امنیتی سازی نداشتیم، برعکس غیر امنیتی سازی داشتیم. ما پدیده ها را به شکل امنیتی نگاه نمی کردیم. مثلا قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان نگاه امنیتی به پدیده ها نداشت. حالا ما این توضیح میدیم که منظور ما از بحث امنیتی سازی چیست و چرا منطقه به سمت امنیتی سازی مسائل حرکت میکنه. بله، بسیار تشکر. اما روی هم رفته بحث که اینجا به میان میایی است که آمریکایی که 20 سال حضور استراتژیک اینجا داشت، به نحوه به گفته شما بانی بسیاری از ساختارها بوده، در این وضعیت حساس که افغانستان قرار داره که بدید بسیاری از آگاهان بدیل وجود نداره و یا هم بدیلش میتونه که جنگ داخلی باشه، چرا نمیخواد که دست حکومت افغانستان را بگیره و حداقل از احتمالات بد که در راه است از او جلوگیری کنه؟ این مقدمه خلاصه را خدمت شما بگویم که مبنا برای بحث ما قرار بگیره. ببینیم ما در سیاست خارجی عقلانیت بر اساس دو تا روش متفاوت تعریف میکنیم. گاهی اوقات هدف شما عقلانیه و برای رسیدن به او هدف تلاش میکنین، یعنی اگر هدف شما معقول باشه، درست باشه، میگین که برنامه شما عقلانیه. گاهی اوقات مسیری را که انتخاب میکنین یا ابزاری را که انتخاب میکنین بر اساس ابزار تعریف میکنیم که آیا ابزار شما عقلانی است یا غیر عقلانی. من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا بر اساس اهداف عقلانیت تعریف میکنه. حالا اگر در درون افغانستان ساختارهای سیاسی و امنیتی پابرجا می بود، ایالات متحده آمریکا هم کمک های نظامی و مالی خود را می داشت، برنامه بعدی را که الان خدمت شما توضیح میدم در منطقه نمیتونست مجال پیدا بکنه، یا از نظر حیثیت بین المللی و پرستیژ بین المللی برای ایالات متحده آمریکا گران تمام میشد که شما در منطقه حضور دارید، اما منطقه دوباره خاستگاه برای مثلا ترویج بنیادگرایی و افراطیت قرار گرفته. من فکر میکنم آنچه که ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان انجام داد و از افغانستان عبور کرد و به این شکل کاملا برنامه‌ریزی شده بوده، هدفمندانه بوده، برای اینکه افغانستان بستر برای خشونت قرار بگیره، از طریق افغانستان این بسترهای خشونت انتقال بکنه به سرحدات افغانستان و بحث تروریسم را به گونه بعدی در درون افغانستان مدیریت بکنم. چرا؟
به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا اگر بتونه انرژی کشورها را مصرف جنگ بکنه، یعنی کشورهای حوزه شمال ما، کشورهای همسایه ما به خصوص ایران و همینطور کشورهای منطقه، برای مبارزه با پدیده افراطیت بتونه بخشی از انرژی خود را که او میتونه مصرف توسعه های درونیش مثلا به ثبات سیاسی به اقتصادشان کمک بکنه، ایره بیا به جنگ مصرف بکنه، خود به خود کمرشان را میشکنه و بخشی از چالشگریشان در سطح منطقه کاهش پیدا میکنه و این میتونه برای ایالات متحده آمریکا کمک کننده باشه. ممنون. آقای اندر، چقدر موافق هستین که بحث تمایل نداشتن آمریکا به افغانستان و این که به نحو عقب نشینی کرد همیش برنامه ریزی شده باشه به خاطر تطبیق یک پلان تازه در جغرافیای افغانستان؟ خب در جغرافیای افغانستان گفتن میتونیم در منطقه اونا میتونن پلانهای مختلف داشته باشن که متاسفانه از وضعیت خراب اقتصادی و جنگیده مردم ما استفاده خواهد کرد. در غیر آن اونا پروژه های برای دپارتمان برای هر کشور دارن، پروژه های مختلف دارن، اما ما باید چی باید کرد که در جنگ های نیابتی و قربانی پروژه های ای برقدرتا نشیم؟ اما سوالی است که ما چگونه در موقف میتونیم باشیم که بتونیم کار انجام بدیم؟ ما که حتی نمیتونیم به خاطر برسمیت شناسی حکومت خود لابیگری بکنیم، چطور میتونیم افغانستان از بین پلانهای یا ابرقدرتهایی که سالها برنامه ریزی کردن بکشیم؟ واقعا ما سیاست خارجی خوبی نداریم، پالیسی برای همسایه‌ها نداریم و حتی بعد از 45 سال که دریج جنگ فعلا قطع شده، ما نتونستیم که یک وحدت ملی و یک کمپاین به خاطر وحدت ملی اقوام خود و کسایی که به خارج فرار میکنن یا فرار کردن و یا قبلا مهاجر شدن، یک پروژه خوب نیست که ما به جهان نشان بدیم که افغان ها یکی است و هیچ نوع تاثیرات این استخبارات بالای اقوام مختلف ما و مردم ما شده نمیتونه. بنان برای این یک اداره خوب ضرورت است، نباید با این شعارها خود را بازی داد که ما 52 کشور را ناکام نمودیم و در مقابل جنگیدیم و فعلا ما میبینیم که ما تحت محاصره بسیار قوی قرار داریم. ببینید در آینده شاید این تحریم ها اگر امارت اسلامی افغانستان تعامل نکنه با جهانیان، زبان شریک ایدئولوژیک پیدا نکنه، مشکلات را زیاد مردم افغانستان پدید و جهانیان هم باید بدانند همه فشارهایی که بالای طالبا وارد میکنند این فشار بالای مردم افغانستان است، قربانیش مردم ماست. بنابراین سیاست خوب به کار است و با همسایه ها رابط خوب به کار است. ما میبینیم که فعلا هم وضعیت مهاجرین ما و در داخل انفجاراتی که پیدا میشه به ضد اقلیت ها، بخصوص به ضد برادرای اهل هنود ما، برادرای هزاره ما، اینا همگی شروع پروژه های هستند که میخوان ملت افغان را یک بار دیگر طرف جنگ ببرد. بله بسیار تشکر آقای سانگزی. اگر برنامه در را باشه که برایند از او یک افغانستان خونین باشه، فکر میکنین هنوز مجال به این وجود داره که از همچون برنامه ها جلوگیری شود؟ ببینین آقای ترامپ قبلا برای جنوب آسیا استراتژی امریکا را اعلام کرده بود، اما با کنارگیری رؤسای جمهور استراتژی از بین نمیره، ولی تصامیمی که به خاطر رسیدن اهداف از طبق شرایط عینی و ذهنی جامعه تغییر میخورد. امریکایی ها در مورد افغانستان آنچه استراتژی که دارن با جایش است، آنچه اهدافی که در افغانستان دارن و با تغییر اهداف از اونا در اینجا که با رسیدن اهداف و تغییر هم ببینین امریکا امروز در افغانستان حضور نظامی نداره، اما حضور منطقوی داره. در ممالک همسایه ما امریکا حضور فیزیکی اگر نداره، حضور سیاسی ایشان هست در اونجا و امریکا میتونه زیادتر ممالک اداره بکنن. بلی امروز تقابلی که بالای افغانستان در جنوب آسیا در اینجا جریان داره و افغانستان در همی حوادث درگیر است، این بر حکومت فعلی افغانستان است که چگونه میتوانه با ایراد یک هدف درست واقعی
و خردمندانه بتوانن که افغانستان را نجات بدن، منافع تمام کشورهای زیر دخل در منطقه را حفظ کنن و با منافع خود دیره بزنن. اگر اینها یک جانبه عمل میکنن یا تمایلات خود را به یک کشور یا دو کشور زیادتر میکنن، باز هم اینا نمیتوانن به اهداف کلی خود برسن. امروز مردم افغانستان خواهان یک حکومتی هستند در اینجا که تمام من مردم افغانستان در او سهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، کلتوری و فرهنگی در داخل داشته باشه. با آن هم آن در ممالکی که انگشت انتقاد میگیرن. امیدوار هستم که امارت اسلامی یا حکومت فعلی افغانستان پالیسی خارجی خود همان طوری که به صورت درست و مدون اختیار نمودن آن را ادامه بدهند تا بتوانند امریکا هم در اینجا منافعی که داره و ما با در نظر داشت منافع افغانستان منو به دست بیاوره، پاکستان هم، ایران هم، روسیه، چین و تمام ممالک. در غیر آن اگر افغانستان نتواند کشورهای منطقه جهان و کشورهایی که امروز در افغانستان عملا دخیل هستند اینها توجه از اینا را جلب کرده نتوانند، بله افغانستان یک محل باز برای رشد لانه های تروریزم خواهد بود. ولی ما متوقن هستم که حکومت فعلی این توانایی را دارد که نگذاره امان گروه هایی که میخواهند در کشورهای همسایه اینها آتش جنگ بفروزند، اینها اجازه نخواهد دادن برای آنها و توانایی جلوگیریش هم دارن و اینا گفتن هم به کشورهای همسایه و تمام دنیا گفته که ما در امور هیچ مملکت مداخله نمی کنیم و هیچ گروهی را ما اجازه نمیدیم که افغانستان و کشورهای مذکور دست درازی کنن و در آنجا آتش جنگ را بیافروزن. لحاظا امیدواری در اینجا هست که در آینده نزدیک یا دور افغانستان برسمت شناخته شد. ما بدیل به این حکومت نداریم. اگر ما بگیم که این حکومت بالاش یک خط بوتا بکشیم، پس بدیل از هیچ چیز. چرا که کسانی که در اینجا تجربه کردن تماما ملت اونا را میشناسن. آنها کسانی بودن و هستن که وابستگی سیاسیشان معلوم الحال بود به کشورهای بیرونی، ولی امروز ما میبینیم که حکومت تلاش های خود میکنن در هر رسته، هم در رسته سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی تماما، ولی کمبودی هایی که از امیدوار هستیم که حکومت او کمبودی ها را به زودترین فرصت از بین ببرن. ممنون آقای جعفری، آیا احتمال این وجود دارد که آمریکا یک بار دیگر در افغانستان حضور پیدا بکنه مثل گذشته؟ او به استناد به این که بارها شاهد از این بودیم که مقامات نظامی آمریکا گفتند که اگر احساس بکنیم خطر در افغانستان وجود دارد دوباره به افغانستان برمیگردیم. حالا در تازه ترین مورد نشریه وار ژورنال میگه که رهبری القاعده که بزرگترین نگرانی با آمریکا است و همچنان رهبر گروه ترکستان شرقی در شمال افغانستان حضور دارند. اول یک نکته را خدمت شما بگویم قبل از اینکه به بحث شما برسیم. در قسمت صحبت های میمان قبلی شما که گفتن هیچ بدیل برای طالب وجود نداره، این منطق به نظر منطق درست نیست. ما نباید مردم را در برابر یک موزل بسیار کلان قرار بدیم. درسته که بدیل برای طالب وجود نداره، اما نباید زمینه هایی که میشه مسیرها را اصلاح کرد، زمینه هایی که میشه شرایط را بهتر کرد، او را نادیده گرفت. میشه که روی او موارد صحبت بکنیم، اصلاحات جدی به وجود بیاید، نوع نگاهشان نسبت به مشارکت سیاسی، نوع نگاهشان نسبت به زنها، نوع نگاهشان نسبت به سیاست داخلی. اینا میتونه وضعیت افغانستان رو بهبود ببخشه و کمک بکنه. بنابراین من فکر میکنم با این منطق با مردم صحبت بکنیم و این منطق میتونه که فضای افغانستان را برای بهبودی اوضاع یک مقدار مدیریت بکنه. اما اگر همه چیز را به همین شکل بپذیریم که هیچ راه حل دیگه وجود نداره، هر چی که است همینه، من فکر میکنم این معضلات حل نمیکنه. اما در مورد طرح این که ممکن ایالات متحده آمریکا دوباره در درون افغانستان حضور داشته باشه، من بعید میدانم. اول این که ایالات متحده آمریکا اگر میخواست در منطقه حضور داشته باشه، راههای بدیل برای اقناع و توجیه وجود داشت. میتونست از نظر فکری در درون منطقه و افغانستان کار بکنه و تا حدود وضعیت را مدیریت بکنه. یعنی الزامی بر ازی وجود نداشت که چون شرایط و بدنامی را قبول بکنه بعد دوباره برای حضورش زمینه سازی بکنه. اما بحث حضور ایالات متحده آمریکا ممکنه به شیوه های دیگر
در درون افغانستان تجربه شه، از نظر استخباراتی ممکنه در درون افغانستان وجود داشته باشه و این حضور هم الزاما به معنای مبارزه با افراطیت و بنیادگرایی نخواهد بود، برای کنترل و مدیریت افراطیت خواهد بود تا وضعیت را به گونه‌ای مدیریت بکنه که از گروه‌های بنیادگرا در درون افغانستان استفاده بکنه. حالا وضعیتی که در درون افغانستان اتفاق افتاده، گسست اجتماعی، فقر، ناامنی، بی‌ثباتی، همه ای از اینا میتونه روی سربازگیری برای گروه های بنیادگرا و افراطی بسیار زمینه را مساعد بکنه. آدمی که کار نداره و از گرسنگی در حال تلف شدن، چرخه اقتصادی فلج، ممکنه بسیار براحتی حتی اگر از نظر فکری با مثلا بخش از گروه های بنیادگرا نزدیکی فکری نداشته باشه، ممکنه در سمت حرکت بکنه که هیچ چاره‌ای جز رفتن به صفوف بنیادگراها نداشته باشه. این وضعیت را میتونه پیشی بکنه. همین بحث که آمریکا دوباره بتونه حضور پیدا بکنه بر اساس گفته های مقامات نظامی آمریکا است که بارها گفتن اگر خطر احساس بکنیم به زودترین فرصت به افغانستان خواهد رسیدیم. شما تاکید میکنین که زمینه برای سربازگیری گروه های افراطی وجود داره؟ بعض بر اساس گزارش هایی با استناد بر واقعیت گفته میشه که رهبری گروه های تروریستی هم در افغانستان وجود دارن، چه دلیل بازم باقی میمانه برای آمریکا که عمل نکنه در مقابل این گروه ها؟ اگر هدف برای این باشه که گروه های افراطی در برابرش مبارزه صورت بگیره، ریشه های افراطیت از بین بره، این درسته، گپ شما درسته. اما آیا هدف چنین بوده انصافا؟ مثلا افغانستان خودش پایگاه امن برای توریستی هیچگاه نبوده. این ماموریت برای کشورهای منطقه داده شده بود. مثلا کشور همسایه ما از دوران آقای ضیاءالحق بنیانگذار افراطیت بوده، برایشان پروژه داده می شده و از امو طریق اینا تانستن که حتی پاکستان را بسازن. شما دیدین کدام وقت شورای امنیت سازمان ملل گفته باشه که ما پاکستان را تحریم میکنیم؟ شما دیدین که کدام وقت گفته باشه که پناهگاه امن توریستی که در پاکستان وجود داره، در پشاور وجود داره و در مناطق قبایلی وجود داره، از طرف آمریکا مثلا مورد هدف قرار میگیره؟ اکثریت گروه هایی که در اونجا بوده، اسامه بن لادن در کجا دستگیر شده؟ اسامه بن لادن در کجا زندگی میکرده؟ خیلی از شخصیت هایی که در واقع در برابر منافع آمریکا مطرح میشه، اینا کجا بوده؟ اینا خود در پاکستان بوده. شما در طول همین 20 ساله که آمریکایی‌ها شعار مبارزه با توریسم را داشته، هیچگاهی مثلا نگاهشان با پاکستان تغییر نکرده، ولی آمده افغانستان را بمبارد کرده، خیلی از قربانی گرفته از مردم. معنایش اینه که هدف برای مبارزه با توریسم نیست، معنایش اینه که توریسم باید یک پدیده باشه در درون منطقه و از این طریق ایالات متحده آمریکا گفتمان ها را تولید بکنه، باز تولید بکنه، حضور نظامی داشته باشه، توجیه ایجاد بکنه، اقناع ایجاد بکنه و بره به طرف منافع کلانش. ایالات متحده آمریکا در این پوشش منافع استراتژیک کلان داره، منافع اقتصادی داره، منافع سیاسی داره، منافع ایدئولوژیکی داره. شما اگر نتونین رقبای خود را از نظر ایدئولوژیکی سلطه هژمونیکش را و توجیهگریش را پایین بریم و چهره بدیل ایجاد بکنین، شما نمیتونین یک بخشی از قدرت سلطه خود را و هژمونیک خود را تداوم ببخشین. که سلطه هژمونیکی مثلا از نظر گفتمانی، اونایی که از نظر فکری در برابر پدیده لیبرال دموکراسی که ایالات متحده آمریکا با او عقبه فرهنگی و فکری در منطقه و در جهان سلطه هژمونیکی خود را دوام میده، در برابرش کمونیسم که کمرش شکسته شد و پدیده بعدیش مثلا اسلامه، با ترویج اسلام حراسی و با ترویج گروه های افراطی و بنیادگرا قدرت چالشگری این ایدئولوژی را میاره پایین. و شما نگاه کردین که از سال 2001 به بعد حداقل در منطقه موج از اسلام حراسی را دارین. بله، ممنون. ادامه یه تحول را پس از وقفه دنبال کنید. ادامه برنامه بازم خوش آمدین. آقای اندر، میخواییم از شما بپرسم، حالا وقتی که بزرگترین دموکراسی دنیا و کشور که سالها بر افغانستان کمک کرده و حکومت ساخته و راهکار نشان داده، وقتی خودش بانی تروریسم است و تلاش میکنه به خاطر نام ساختن منطقه به خاطر منافع خودش، چی کار میتونیم در داخل انجام بدیم؟ تشکر میکنم. در قدم اول باید عرفای استاد محترم استانی زهر را تایید کنم، چون اونا بسیار حرف خوب زدن. دولت فعلی و حکومت فعلی بدیلی نداره. اونا گفتن که در صورتی که اینا خود اصلاح بسازن، مشکلات هایی که در داخل هستن با تعامل با جهانیان نزدیکان، با حقوق بشر و حقوق خانم ها تن بدهد، بنان واقع انترست. ما میدانیم که بدیلش جنگ است، بدیلش برادرکشی است، بدیلش
آمدن یک کشور دیگر مثل چین یا آمریکا دوباره است، افغانای را نمیخوان. واقعا که اونا گفتن بدیل نداره، بدیل هستن، چرا نیستن؟ اما بدیلی که اونا گفتن واقعا که درست فرمودن و جعفری صاحب بروج اشاره کردن، ما افغانا باید یک شیم و جنگ را دوباره در کشور خود نخواهیم. بدیل ها بسیار زیاد است، اما برای فعلا ما هیچ بدیلی را نمیخوایم، بدون از اینکه اگر حکومت تغییرات خود را بیاره که همه اقوام و اخشار احزاب سیاسی در آینه حکومت خود را ببینند، ما دیگر جنگ نمیخوایم، حکومت ماست. و در مورد صحبت های شما باید بگیم که جهانیان پروژه هایی که من در ابتدا هم گفتم که ما باید قربانی پروژه های جهانی نشیم، یک سیاست خوبی که بخاطر از که زودتر بتانه که بنبست فعلی را باز من باید همکاری نمایم و با جهانیان کوشش شود که ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق یک کشورهایی که با فعلا با حکومت فعلی ارتباط دارن، با از طریق لابگیری های از اونا یک راه حل پیدا شود تا وضعیت ما از این حالت برد. در غیر از اون شاید گروه های زیادی نه تنها القاعده و داعش، دیگر را هم امی استخبارات منطقه برای ما و به مردم ما بسازن و روان کنند. بله، دیپلماسی فعال که فعلا میتونیم انجام بتیم، فکر میکنین بتونه کارا باشه؟ وقتی که نمیتونیم توجه آمریکا را جلب بکنیم، وقتی که آمریکا علاقمندی به قضایای ما نداره، چگونه ممکن است یک راه حل پیدا بکنیم؟ ببینید، آمریکا علاقمندی دارن، آمریکا در این ساحه سرمایه‌گذاری کردن و آمریکا بسیار کوشش میکنه که دست روسا و چینایی در اینجا نباشد، اما تلاش هاست که اینجا تلاش هایشان جریان دارن و رابطشان در با طالب ها پشت پرده هستن و همچنان کشور اروپایی را تشویق میکنن، اینجا اتحادیه اروپا سفارت خود را آوردن، بنابراین تلاش های از اونا قطع نشده. بله. اما این که قبلا گفتم میخوان که این موضوع را سرشو کنن، چون اونا پروپاگاندای بسیار قوی را بزر طالب ها کردن که یا تروریست هستن، فعلا یک موقع میده و طالب ها هم باید از این موقع استفاده خوب کنه، مثل که شما دیدین که حتی وزیر داخلی کشور گفت که ما خواهان مناسبات خوب با آمریکا هستیم نه دشمنی. کوشش آن که رابط دیپلماتیک و زبان دیپلماتیک اول با ایالات متحده آمریکا و دیگر کشور جهان و منطقه پیدا شود، در غیر از اون فشار بالای ملت ما از تحریم ها یک بحران بشری را میتونه به میان بره و ما میدانیم که در آینده مشکلات زیاد دیگر هم از نگاه بشری و نظامی در منطقه به میان بیاد که به ضرر بسیاری از منطقه و جهان هم خواهد بود، نه تنها به ضرر ملت افغان. ممنون آقای اندر. آقای سنگزی، وقتی میگیم که بس بدیل در کار نیست و همچون چیز میتونه منتفی باشه، توماس وست میره در ترکیه با تعداد از چهره‌های مخالف نظام بس میکنه و تلاش میکنه که به نحو تفاهم ایجاد بکنه، این کارها به خاطر چی است؟ ببینید، ما در قسمت گفتار آقای جعفری باید بگویم که بدیل و اصلاح فرق فایش را داره. بدیل است که یک نظام دور میشه و بایدش دیگر نظامیه، ولی بدیل ولی اصلاح او است که در داخل نظام اصلاحات بوجود ده. حرف دیگه اینا که گفتن هیچگاه امریکایی ها در مورد پاکستان آنچه نگاهی که داشتن تغییر نکدن. چرا؟ در صنای امریکا میشه گفته شده متخصصین نظامی و ملکی در امریکا همیش پافشاری داشتن با اینکه پاکستان یکی از ممالک است که اینا از تروریسم حمایه و پشتیبانی میکنن، حتی بالای از اونها فشارهای سیاسی را وارد آوردن، فشارهای اقتصادی را وارد آوردن، همین که اسامه را در داخل امریکا از بین بردن، همین خود نماینگری از ایالات متحده امریکا خواست تا تروریسم را و لانه‌های از اون را در داخل پاکستان از بین ببره، ولی اینا آنچه صحبت میکنن باید اون را درست به صورت واضح تشریح بدن. آمدیم سر از اینکه توماس وست در ترکیه با یک تعداد افراد و اشخاصی که در اونجا زندگی میکنن و سرمایه های افغانستان به یغما بردن، فرار کردن، ناجوان مردانه و نامردانه
علیه مردم افغانستان که امروز حکومت افغانستان ممثل اراده از این ملت است، تبلیغات سو میکنن، با آنها صحبت کردن، درست است، اما این صحبت به این معنا نیست گویا مردم افغانستان خواستار برگشت وی در افراد مانند محقق و دوستم و مسعود و غیره و غیره و غیره باشه. نه مردم افغانستان آنها را میپذیره، نه حکومت فعلی آنها را در نظام جای میده. و نگه حکومت فعلی اگر آغوش خود برای یک تعداد مردم باز کرده که در اینجا مفسد میای و غیر مفسد میای، معنی ازیر نداره که باز یک بار دیگر در حکومت گویا اینها را جای بدهد. اما ما امیدوار هستیم که حکومت فعلی افغانستان به رهبری امارت اسلامی در افغانستان تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، تحولات کلتوری را دیگر هم سرعت بتن و در اینجا مردم افغانستان باید بدانند که اینها یک حکومت دارند که در خدمت از اینا است و حکومت فعلی واقعا برای مردم افغانستان کار میکند. در غیر آن باز مشکلات شاید زیاد شود. ممنون آقای استنگزای. بنمون آخرین پرسش آقای جعفری از شما میخواییم بپرسم که رای حل چی است؟ توجه به سیاست داخلی و سیاست خارجی. توجه به سیاست خارجی اینه که ما فضای منطقه و فضای سیاست بین الملل را به درستی درک بکنیم. متاسفانه آنچه که در دستگاه سیاست خارجی افغانستان از گذشته هم بوده، اکثریت مطلق کارگزاران سیاست خارجی ما حتی با ادبیات سیاست خارجی آشنا نیست. شما نمیتونین با طب، با ادبیات، با فقه، با اصول، با کلام، اینا رشته‌های خوبیه، اما برای پیشبرد امورات سیاست خارجی شما باید کارگزار سیاست خارجی باشین. شما میتونین اونا رو تعدیل بکنین، برین و افراد در جاهای دیگه و بعد از افرادی که با سیاست خارجی آشنایی داشته باشن. شما اگر نتونین سیاست خارجی رو خوب بررسی بکنین، قطعا برنامه خوب نمیتونین ارائه بکنین. ما فضای منطقه ما رو خدمت شما گفتیم که ما متاسفانه به طرف امنیتی سازی پدیده ها، حتی نگاه ما به اقتصاد، نگاه ما به مرزها، حتی نگاه ما به زیست محیطی نگاه امنیتی میشه با توجه به زمینه هایی که در درون افغانستان برای رشد گروه های افراطی به خصوص داعش مطرح، حوض شمال افغانستان نمیتونه به راحتی اجازه بده. بنابراین چون این پدیده های حتی تجارت ما مثلا با حوض شمال افغانستان میتونه از پدیده های امنیتی متاثر باشه. این یک نگاه بسیار واقع بینانه است، این نگاه تئوریک نیست، نگاه عینی است. این در بحث سیاست خارجی. در بحث سیاست داخلی، چیزی که در درون افغانستان فاجعه ایجاد کرده انگاره ها و ذهنیت ها و استارت های بازیگران داخلی است. ما همواره هر گروهی که در درون افغانستان آمده غیریت سازی کرده. مثلا کمونیست ها آمدن، آنچه که بیرون از حلقه کمونیست ها بوده اونا رو نمیپذیرفتن. بنابراین هم ما ثبات اجتماعی را از هم شکستاندیم و از ضربه زدیم و هم بخشی از عقده های اجتماعی را به وجود آوردیم و از طرفش هم ظرفیت هایی که میتونه در کنار همدیگر برای ثبات افغانستان، برای رفاه افغانستان استفاده شو، اینا رو در کنار در برابر همدیگر قرار داد. و بعد از اون مثلا مجاهدینی که در درون افغانستان آمدن، کمونیست ها را نفی کردن، ترد کردن و با یک نگاه مطلق پنداری و مطلق انگارانه که گویا همه خائنن، فقط مجاهدین میتونن افغانستان را بسازن. و شما دیدین که جنگ های داخلی فاجعه که در درون افغانستان بود. حالا هم اگر ما با چنین نگاه غیریت سازی بهم افغانستان را مدیریت بکنیم، سیاست داخلی افغانستان، انرژی هایی که میتونه در کنار همدیگر قرار بگیره، در برابر همدیگر قرار میده. و نگاه بعدیش که است، ما متاسفانه ببینیم در درون افغانستان فساد پیشی خوب، فساد پیشی بد، اونایی را که دوست داریم هر کاری که کرده در تمام نظام ها میرقم بوده، اینا خوبه. مثلا تعدادی از آدم های مفسد در دوره جمهوریت و آقای غنی نوری چشمی ها و دردانه ها بوده، اینا هر چی که میگفتن درسته، هر کاری که میکردن درسته، ولی بقیه هر قدر خدمت میکردن در درون افغانستان و هر قدر پابند به قانون بودن، اینا آدمایی بودن که خائن بودن، سرش نمیشد حساب شد. این طور یک چیزی اعتماد را برای مردم افغانستان صدمه میزنه. مردم افغانستان وقتی که میبینه بنیانگذار مکتب خیالی میه استقبال میشه، چه چیزی در ذهن مردم باید تداعی بکنم؟ یا افرادی که متهم به فساد مالی گسترده است، یا افرادی که امیال تابعیت کشورش در جیبشه، بعد ادعا میکنه که ما آمدون برای افغانستان. خب تو اونجا تابعیت انگلستان را داری، چطور ادعا میکنه که من اینجا پیوندهای اجتماعی و فرهنگی در درون افغانستان روی ما به اصطلاح روی سرنوشت خودم و اولادم تاثیرگذاره؟ کوچکترین تغییری در سرنوشت افغانستان و ثبات سیاسی افغانستان باید دوباره تو به انگلستان هستی. اینا مسائلیه که، یا حتی مثلا نگاه ما نسبت به مشارکت سیاسی مردم، ما نمیتونیم سیاست داخلی خود را با نگاه بومی مدیریت بکنیم. الزاما باید نگاه ما تغییر بکنه، نگاه ما باید
از سطح بومی به سیاست مدرن تغییر بکنه، ما میتونیم افغانستان را بسازیم، انرژی های ما در کنار همدیگر قرار میگیره. اما هر کسی چی عمدن چی سهوان انرژی ها را در برابر همدیگر قرار میده، خیانت به سرنوشت مردم افغانستان است. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم، هر یک آقای سرور جعفری، استاد پانتون اینجا در استودیو، آقای احمد خواننده تحلیلگر مسائل سیاسی از سویدن و همچنان آقای عزیز سرنگزی آگاه روابط بین الملل که از طریق خط اسکایپ با ما وصل بودن. و سپاس از شما که بیننده یه تحول امشب بودید. برنامه یه تحول در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.